زمین لرزه شدیدی به بزرگی 7.5 و دهم ریشتر روز دوشنبه چهارم آبان ماه شمال شرق افغانستان را لرزان که بنابر گزارش ها لرزش های آن در پاکستان و شمال هند نیز احساس شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه مرکز وقوع این زمین لرزه در 82 کیلومتری جنوب شرقی شهر فیزاباد مرکز ولایت بدخشان افغانستان و کانون آن در عمق 196 کیلومتری زمین گزارش شده است. مؤسسه لرزنگاری آمریکا در آغاز بزرگی این زمین لرزه را 7.7 دهم ریشتر اعلام کرده بود اما پس از بررسی دوباره قدرت آن را 7.5 و دهم ریشتر اعلام کرد هنوز در مورد تلفات و خسارات این زمین لرزه گزارش های کاملی ارسال نشده است اما نخستین گزارش ها حاکی از کشته شدن حداقل 100 نفر و زخمی شدن دست کم 400 نفر دیگر در پی این زلزله است لرزش های این زلزله در بیشتر مناطق جنوب آسیا احساس شده و از کابل تا دهلی نو ساختمان ها را لرزانده و در برخی مناطق باعث قطع خطوط ارتباطی و برق شده است. گزارش ها همچنین حاکی است که لرزش زمین در شمال غرب پاکستان و استان پنجاب به شدت حس شده و در اسلام آباد پایتخت پاکستان نیز مردم با حراس به خیابان ها آمدند. این زمین لرزه در دهلی نو پایتخت هند نیز ساختمانها را به مدت یک دقیقه لرزانده است. شمار کشته ها در افغانستان دست کم 17 نفر از جمله 12 دانش آموز دختر اعلام شده است. آخرین گزارش ها شمار کشته های زمین لرزه در پاکستان را 76 نفر و شمار زخمیان را در حدود 400 نفر اعلام می کند. این زمین لرزه شش ماه پس از زمین لرزه نپال رخ می دهد که 9000 کشته بر جای گذاشت و 900 هزار خانه را ویران کرد. مناطق کوهستانی افغانستان و شمال شبه قاره هند از مناطق فعال زلزله ها هستند. حدود یک دهه پیش روز 16 مهر 1384 زمین لرزهی به بزرگی 76 دهم ریشتر شمال پاکستان را رنزان و باعث مرگ 75 هزار نفر شد مرزیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران محکومیت یک ایرانی آمریکایی به هشت سال زندان در آمریکا را کاملا ناعادلانه خوانده و از دولت آمریکا به دلیل دستگیری و زندانی کردن اتباع ایرانی به دلایل واهی و بیپایه به شدت انتقاد کرده است خانم افخم این مسئله را غیر قابل قبول و خلاف حقوق بین الملل خوانده است وی از ادامه تلاش جمهوری اسلامی برای اثبات بیگناهی مزفر خزائی خبر داد. دادگاهی در آمریکا جمعه اول آبان ماه مزفر خزایی شهروند ایرانی آمریکایی را به اتهام تلاش برای انتقال اطلاعات و قطعات حساس مربوط به فناوری نظامی آمریکا به ایران به 8 سال و یک ماه زندان محکوم کرد. آقای خزایی 61 ساله از پیمانکاران صنایع نظامی آمریکا بود که در ژانویه 2014 و انگامی که قصد داشت ایالات متحده را با قطعاتی از موتور هواپیمای f و اف 35 پیشرفته ترین هواپیماهای جنگی آمریکا ترک کند بازدار شد و همچنین ایمیل هایی را با طرف های ایرانی مبادله کرده بود که حاوی اطلاعاتی درباره برنامه های نظامی آمریکا بودند. آقای خزایی در جلسه دادرسی اتهامات علیه خود را پذیرفته و عذرخواهی کرده است. اما مرزیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته تعدادی از اتباع ایران به دلایل غیر موجه و به اتهام نقض تحریم های قانونی و نامشروع در آمریکا و چند کشور دیگر زندانی هستند و جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط آنهاست در تحولی دیگر حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه سوم آبان ماه گفت ادامه شیخ نمر باقر نمر هزینه سنگینی را متوجه عربستان سعودی خواهد کرد و هشدار داده عربستان باید در مسیر انصاف و اقلانیت حرکت کند خبرگزاری رویترز و خبرگزاری های ایران در همین زمینه گزارش دادند دیوان عالی عربستان سعودی با رد تقاضای استیناف حکم اولیه که سال گذشته صادر و بر اساس آن شیخ نمر به اعدام محکوم شده بود را تایید کرده است محمد و نمر برادر شیخ نمر گفته است این حکم بدون حضور وکلای مدافع و اعضای خانواده برادرش صادر شده است جز شیخ نمر حکم اعدام شش شیعه دیگر از جمله برادرزاده او تیید شده است اجرای یا لغو حکم اعدام شیخ نمر از این پس تنها در حوزه اختیارات ملک سلمان پادشاه این کشور است پیش از صدور حکم اولیه اعدام شیخ نمر مقام های جمهوری اسلامی واکنش تندی به این مسئله نشان داده بودند از جمله علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هشدار داده بود که در صورت اعدام این روحانی شیعه بحران جدی امنیتی در عربستان سعودی به وجود می آید. این سخنان در حالی مطرح می شود که جمهوری اسلامی بالاترین رقم اعدام را در سالهای اخیر داشته و افرادی را به دلایل اعتقادی و مذهبی به جوخه اعدام سپرده است. شیخ نمر باقر نمر در مهرماه سال سال 93 به اتهاماتی مانند رهبری آشوب و نوآرامی و زمین چینی برای دخالت خارجی در عربستان سعودی و همچنین دعوت شیعیان بحرین به آشوب در درگیری با پلیس مجروح و دستگیر شد. و پیش از دستگیری خواستار خودمختاری منطقه قطیف در شرق عربستان شده بود که اکثر ساکنان آن شیعه و از مناطق نفتی مهم کشور عربستان به شمار می رهبران اصلی شیعیان سعودی از جمله آیت الله شیخ حسن صفار با این شورش ها مخالف بود ولی جمهوری اسلامی شورشیان را تشویق و حمایت کرد. رهبران شیعه سعودی بارها از ایران خواستند دست از دخالت در امورشان بردارد چون با دخالتهایش ضررهای بسیاری به جامعه شیعه سعودی وارد می کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس در نطق پیش دستور جلسه علنی روز چهارشنبه چهار آبان نقش آیت الله خامنه ای را در موضوع هسته بسیار مؤثر و پیشبرنده خواند و از نامه وی به حسن روحانی تشکر کرد. سخنان آقای لاریجانی در حالی ابراز می شود که در شامگاه جمعه اول آبان ادعی در مراسمی در حضور رهبر ایران علیه آقای لاریجانی شعار دادند. بنابر نوشته یک کمال الدین پیر از عضو فراکسیون رهروان ولایت در صفحه اینستاگرام با ورود علی لاریجانی به مراسم ازاداری جمعه شب ادعی به سر دادن شعارهایی همچون خواس بی بصیرت، مایه ننگ ملت اما نامه برجام تلاش بی سر انجام و مرگ بر منافق پرداختند. وبسایت انتخاب در این زمینه نوشته است شعارهای تند مطرح شده در زمان ورود علی لاریجانی در طول مراسم ازاداری دفتر رهبری مکررا سر داده شده و منحصر به زمان ورود آقای لاریجانی نبوده است در پی این اتفاق تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار مقابله با مسببان این برخورد شدند حسین صبحانی نیان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یک شنبه سه آبان خواستار شناسایی عناصر اصلی این اقدامات شد و گفت اگر با یکی دو مورد از متخلفان برخوردی منطقی و جدی صورت بگیرد و بدانند که قانون ملاک برخورد است از این پس حرمت افراد را نگاه می‌دارند. رئیس مجلس ایران در جریان رأیگیری برای طرح برجام از سوی نمایندگان اصولگرا به تصمیمگیری گیری پیشا پیش در این بار متهم شده بود. وبسایت انتخاب می نویسد حمایت علی لاریجانی از توافق هسته و کمک های او در روند تصویب برجام در مجلس باعث عصبانیت جریان های تندرو و در رأس آن جبهه پایداری شده است. شعارهایی چون مایه ننگ ملت در حالی علیه لاریجانی داده شدند که دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه تهران گفته بود دیگر باید در جلسات عمومی خیر و شر کم و زیاد خوب یا بد موضوع برجام را تمام شده بدانیم. خامنه ای نیز روز چهار شنبه 29 مهر در نامهای ای به حسن روحانی با الزاماتی نهگانه به برجام مهر تایید زد. در همین حال در اقدام دیگر از سوی تندروهای لباس شخصی اصر روز یک شنبه سه آبان گروهی در اعتراض به حضور جکسترو وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا در اسفهان مقابل هتل عباسی این شهر تجمع کردند. جک وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا از روز سه شنبه 27 مهر وارد ایران شده روز شنبه دوی آبان پس از سفری به شهرهای یزد و شیراز وارد اصفهان شد ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی و جانکری وزیر امور خارجه آمریکا خواستار بسیج دیپلماسی به منظور یافتن راهکارهایی برای برون رفت از جنگ داخلی خونین در سوریه و ایجاد ثبات در این کشور شدند جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که آمریکا و عربستان سعودی از تلاشها برای ایجاد کشوری متحد کسرتگرا و باثبات برای همه شهروندان سوری حمایت می کنن. به گفته ی جان کربی، جان کری و ملک سلمان روز شنبه دوم آبان در ریاض پایتخت عربستان سعودی بر ضرورت انتقال قدرت در سوریه بدون آنکه نظر موافق بشار اسد جلب شده باشد تأکید کردند. هم پادشاه عربستان سعودی و هم وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کردند که به حمایت از نیروهای شورشی میانه رو ادامه خواهند داد و اقدام به گسترش این حمایت خواهند کرد جانکری پیشتر در نشستی با حضور وزرای امور خارجی عربستان سعودی ترکیه و روسیه برای پایان دادن به بحران سوریه در وین شرکت کرده بود که بدون نتیجه پایان یافت در نشست یاد شده روسیه با آمریکا عربستان و ترکیه بر سر سرنوشت سیاسی بشار اسد اختلاف داشت عادل الجبیر وزیر امور خارجی عربستان سعودی روز شنبه پس از دیدار با همتای آمریکایی جانکری به العربیه گفت میان آمریکا و عربستان سعودی توافق نظر وجود دارد که در سوریه باید شورای انتقالی تشکیل شود که قدرت را در دست گیرد از نهادهای کشور محافظت کند و قانون اساسی جدیدی وضع کند عادل جبایر همچنین تأکید کرد که بشار اسد در آینده سوریه جایگاهی ندارد و اختلاف ها بر سر زمان رفتن بشار اسد از قدرت است وزیر امور خارجه عربستان سعودی در پاسخ به پرسشی درباره نقش ایران گفت امیدوار است ایران بخشی از پایه های حمایت از ثبات در منطقه و نه نیرویی برای شر باشد آقای الجبیر بار دیگر تأکید کرد جمهوری اسلامی کشوری صادر کننده و پشتیبان تروریسم است در امور منطقه به شکل منفی دخالت می کند و به آن به عنوان کشور اشغالگر سرزمین های عربی در سوریه نگاه می شود. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه سوم آبان در دمشق و در دیدار با نمایندگان پارلمان روسیه گفته اگر مردم سوریه لازم بدانند وی آماده است تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری کشورش شرکت کند وی اعلام آمادگی کرده که پس از آزادسازی سوریه از دست نیروهای داعش آماده خواهد بود تا به بحث در مورد اصلاح قانون اساسی و مسئله انتخابات بپردازد سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم در همین زمینه گفته کرملین از سوریه میخواهد تا برای انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری آماده شود بشار اسد روز یکشنبه در اقامتگاه خود در دمشق میزبان هیئتی از نمایندگان پارلمان روسیه بود دیمیتری سابلین یکی از نمایندگان روس حاضر در دمشق نیز گفت اسد میگوید که تأثیر عملیات نظامی روسیه در سوریه از حد انتظار بالاتر بوده است خبرگزاری فرانسه هم به نقل از رئیس پارلمان سوریه تأکید کرد که عملیات مشترک نیروهای نظامی دو کشور نتایج بزرگی در برداشته است محمد جهاد الله تصریح کرد هماهنگی میان نیروهای سوری و روس در جریان انجام عملیات هوایی و زمینی نتایج بزرگی در شکست دادن و ریشهکنی تروریسم در سوریه و عراق در پی داشته است وی تأکید کرد کشورش در حال همکاری با روسیه و ایران است تا به موازات نبرد علیه تروریسم یک راه حل سیاسی را نیز به پیش ببرد روز 13 خرداد سال گذشته نیز انتخابات ریاست جمهوری در مناطقی از سوریه برگزار شده و بشار اسد پیروز این انتخابات اعلام شد بسیاری این انتخابات را نمایشی خوانده و برندهاش را از پیش تعیین شده اعلام کردند الکساندر یوشنکوز به هیئت پارلمانی روسیه که برای دیدار و گفتگو با بشار اسد به دمشق سفر کرده در مصاحبه با رسانه های روسی اعلام کرده که بشار اسد در صورت که مردم سوریه لازم بدانند برای برگزاری انتخابات زودهنگام با شرکت تمام گروه‌هایی که خواهان برقراری صلح و ثبات در سوریه هستند اعلام آمادگی کرده اسد همچنین اعلام کرده که در صورت تمایل مردم او نیز در این انتخابات شرکت خواهد کرد البته بشار اسد همه این موضوعات رو منوط کرده به زمانی که به گفته او سوریه از گروه داعش پاکسازی بشه یک روز پیش از این هم یعنی روز شنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پیشنهاد برگزاری انتخابات در سوریه رو داد منتها مسئله مورد اختلاف این هست که هم روسیه و هم ایران بر این موضوع پافشاری می کنند که بشار اسد در دوره گذار و تا پایان مرحله انتقالی بر سر قدرت باقی بمونه موضوعی که نه مخالفان میانه روی سوری می پذیرند نه کشورهای منطقه همچون عربستان و ترکیه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در واکنشی تازه و البته متفاوت هم گفته که کشورش آماده است تا به صورت مشروط به مخالفان میانه روی اسد در سوریه کمک بکنه و اونها رو تحت پوشش هوایی خودش قرار بده به شرط که اونها به جنگ داعش برن مخالفان میان روی سوری که شاخه نظامی اون ارتش آزاد سوریه نامیده میشه مورد حمایت امریکا کشورهای ائتلاف و برخی کشورهای منطقه به ویژه ترکیه و عربستان هستند با این حال مقامات ارتش آزاد سوریه در واکنش به این موضع جدید روس چندان این موضوع رو هم جدی نگرفتن و گفتن اگر روسیه حسنیت داره ابتدا باید حملات خودش رو نسبت به موازه ارتش آزاد متوقف بکنه و دست از حمایت بشار اسد هم برداره نزدیک به یک ماه که از عملیات هوایی جنگنده های روس در سوریه میگذره این کشور به ویژه از سوی ارتش آزاد متهم بوده که 90 درصد در عملیات هوایی روس ها نه بر علیه داعش که بر علیه موازه ارتش آزاد بوده در مقابل روس ها هم میگن ما از امریکایی ها هم اطلاعات مربوط به تماس با مقامات ارتش آزاد رو خواستیم و هم اطلاعات مربوط به موازه داعش رو ولی امریکایی ها تا کنون هیچگونه همکاری در این زمینه با ما نکردن اشاره هم بکنم در این حال دور جدید مذاکرات بین المللی در مورد بحران سوریه جمعه گذشته میان چند کشور از جمله ترکیه، عربستان، امریکا و روسیه به پایان رسید و البته بدون حضور ایران قرار هست جمعه آینده همین مذاکرات ادامه پیدا بکنه افزون بر اینکه وزرای خارجه امریکا و عربستان بر حمایت بیشتر از ارتش آزاد سوریه تاکید کردند اما خبر کوتاه دیگه اون که آقای ارغوان رئیس جمهور ترکیه نسبت به اعلام تل ابیز به عنوان یک کانتون خودگردان از سوی کوردهای سوریه واکنش نشان داد و گفت که ترکیه این اجازه رو به کوردها در شمال سوریه نمیده همینطور آقای از ولادیمیر پوتین انتقاد کرد بابت دیدارش با اسد و گفته که شما از کسی پذیرایی کردی که قاتل پیش از 300 هزار نفر در سوریه هست احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ایران میگوید مقام معظم رهبری راه بردی را به ما امر فرموده به جنگ هایی که در اطرافتان اتفاق می افتد به دیده یک رزمایش بنگرید و از آن بهره بگیرید. فرمانده نیروی زمینی ایران در گفتگویی با تلویزیون العالم که خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه چهار آبان بخشهایی از آن را منتشر کرده درباره مقابله ایران با داعش بار دیگر تأکید کرد ما اعلام کردیم که یک خط قرمز چهل کیلومتری آن سوی مرزها کشیدیم و اگر نیرویی بخواهد از آن عبور کند با تهدیدات و ضربه قاطع ما روبرو خواهد شد وی تصریح کرد هنوز ما رد پای داعش را در استان دیالی میدانیم و می بینیم. هنوز اناسوری هوادار داعش هستند و از داعش حقوق می گیرند. ما با توجه به اشراف اطلاعاتی که داریم آنان را دنبال می کنیم ضمن آنکه بخش از داعش نیز در افغانستان و شمال آن شناسایی کردیم آقای پردستان گفت جمهوری اسلامی ایران جز سلاح های و شیمیایی که به تدبیر مقام معظم رهبری در راهبرد دفاعی ایران جایی ندارد از هر سلاح دیگر برای بالا بردن آمادگی دفاعی استفاده خواهیم کرد. فرمانده نیروی زمینی ایران گفت: توافق ای ارتباط خاصی با حرکت های آموزشی و نظامی ما ندارد و ما رزمایشی را در شرق کشور برگزار خواهیم کرد و رزمایش های تخصصی ایرانیز از جمله رزمایش مهندسی و جنگ الکترونیک پیش بینی کردیم و تلاش میکنیم که بر اساس دکترین دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران قابلیت خود را بالا ببریم. آقای پوردستان درباره ارسال سلاح از سوی ایران به یمن نیز گفت ما هیچ گونه کمک تجهیزات و تسلیحاتی به مردم و ارتش یمن نداده ایم و افرادی که این تهمت ها را میزنند به خوبی میدانند که ایران چنین کاری را نکرده است. این گفته ها در تعارض با اظهارات شماری از فرماندهان سپاه است که در آغاز بحران یمن مدعی شده بودند پایتخت چهارم عربی بعد از دمشق و بیروت و بغداد با سقوط صنعا به دست حوسی ها در چنگ آنان است آقای پوردستان توان پهپادها را دقیق توصیف کرد و گفت ما با دوربین های دقیقی که در پهپادها تعبیه کرده ایم و با توجه به برد های مناسبی که مد نظر ماست می توانیم بدون حضور فیزیکی دوردست ها را رصد کنیم و آخرین اخبار و اطلاعات منطقی و نیروها را به دست بیاوریم فرمانده نیروی زمینی ایران گفت ما از پهپادها به عنوان سلاح نیز استفاده می کنیم چون مجهز به موشک هستند و مهمات نیز حمل می کنند و پهپاد می تواند هدف هوایی را شناسایی کند و به عنوان یک بمب حرکت کننده هدف هوایی را مورد اصابت قرار بدهد یا اینکه یک هدفی را روی زمین شناسایی و به عنوان بمب انتحاری هدف را منهدم کند سخنان آقای پوردستان در حالی ابراز شده است که سایت مشرق از سایت های نزدیک به دستگاه امنیتی ایران با انتشار عکس و اسامی نیروهای سپاهی و بسیجی نوشته است که در دو هفته اخیر 20 پاسدار در سوریه کشته شدند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان سجاد تاهرنیا پاسدار اعزامی از گیلان روز یک شنبه سوم آبان ماه در جریان درگیری های اخیر در حلب کشته شده است همچنین به گزارش تصنیم سید روح الله امادی نیز روز شنبه در حلب سوریه کشته شده است محمد زهیری ستوان سوم تکاور پاستار از استان خوزستان نیز در نزدیکی حلب کشته شده است بسیج پرس نیز گزارش داده که امین کریمی از پاسداران سپاه حفاظت انصار المهدی نیز روز پنج شنبه سی مهر ماه در حلب کشته شده است. خبرگزاری ایرنا هم گزارش داده است که جسد محمد علی حسینی که از او به عنوان مدافع حرم یاد شده شامگاه یک شنبه به کرمان منتقل شده است. سران اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه بالکان بر سر کنترل و مدیریت حرکت پناهجویان در مرزهای اروپایی به توافقاتی دست یافتند آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و سران کشورهای آلبانی اتریش بلغارستان کرواسی یونان مجارستان مقدونیه رومانی سربستان و اسلوونی در جلسه روز یکشنبه سوم آبان توافق کردند که بدون اعلام و توافق قبلی پناهجویان را به آن سوی مرزها و به کشورهای همسایه نفرستند سران یازده کشور اتحادیه اروپا و بالکان در بیانیه ای گفتند باید با یکدیگر گفتگو کنند و همسایگان باید در این راه همکاری کنند ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی گفت برای ما روشن است که سیاست فرستادن موج انسانها به سوی دیگر باید مت شود با وجود توافقات به دست آمده به نظر نمی کشورهای اروپایی به راه حل نهایی برای بحران بی سابقه از زمان جنگ دوم جهانی رسیده باشند بحرانی که ناشی از حضور روبه فزونی پناهجویان در اروپا است تعداد پناهجویان تا کنون به 700 هزار نفر رسیده و از زمان جنگ دوم جهانی تا کنون در قاره اروپا بی سابقه است دهها هزار نفر از پناهجویان برای رسیدن به کشورهای شمال و غرب اروپا از ترکیه یا برخی دیگر کشورها گذشته خود را به مرزهای کشورهای حوزه بالکان رساندند حضور ناگهانی شمار زیادی از پناهجویان در حالی است که به گزارش خبرگزاری آلمان هماهنگی و پیشبینی خاصی برای آن نشده بود و به تنشا میان کشورهای همسایه در قاره اروپا دامن زده است رسیدن فصل سرما و زمستان معضل عمده دیگری است که سران اروپایی با آن روبرو هستند سران اروپایی تأکید کردند که آن دست از مهاجرانی که به طور جدی و فوری به سرپناه نیاز ندارند را فورا اخراج خواهند کرد با وجود اینها آنگلا مرکل میگوید کشورها هنوز به راه حل نهایی نرسیدند و بحران همچنان ادامه خواهد داشت تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا با اذعان به تاثیر حمله به عراق در سال 2003 در پیدایش داعش نسبت به برخی از اشتباهات در جنگ عراق عذرخواهی کرده است به گزارش رویترز موضوع مشارکت بریتانیا در حمله به عراق در سال 2003 و سرنگونی حکومت صدام حسین همچنان یک موضوع داغ در عرصه سیاسی بریتانیا محسوب می شود و قرار است گزارشی در این زمینه به زودی منتشر شود. تونی بلر در مصاحبه با سی این این که روز یک شنبه سوم آبان ماه پخش شد در پاسخ به این پرسش که آیا حمله به عراق باعث پیدایش و قدرت گرفتن حکومت اسلامی شد گفته است رگه هایی از حقیقت در این مسئله وجود دارد. نخست وزیر پیشین بریتانیا همچنین تصریح کرده است، البته شما نمی توانید بگویید کسانی که صدام حسین را در سال 2003 از قدرت برکنار کردند، اکنون مسئولیتی در قبال وضعیت عراق در سال 2015 ندارند. منتقدان حمله به عراق میگویند پس از سرنگونی حکومت صدام حسین نیروهای اعتلاف با انحلال ارتش عراق عملا در این کشور خلایی ایجاد کردند که گروههایی مانند القاعده در عراق از آن نفع بردند همچنین این منتقدان از به حاشیه رانده شدن اقلیت سنی در عراق توسط سیاستمداران شیعه در این کشور انتقاد میکنند تونی بلر با این حال گفته است اعتراضاتی که به بهار عربی معروف شد بر وضعیت عراق اثر گذاشت وی تاکید کرده است البته گروه حکومت اسلامی در سوریه قدرت گرفت و نه در عراق نخست وزیر پیشین بریتانیا به رغم اینکه به دلیل برخی اشتباهات از جمله دقیق نبودن گزارش های اطلاعاتی در جریان حمله به عراق عذرخواهی کرده اما گفته است سرنگون کردن حکومت صدام حسین را تصمیمی درست میداند تولیبلر گفته است ما به عراق نیرو اعزام کردیم در لیبی دخالت کردیم ولی نیرو به این کشور اعزام نکردیم در سوریه دخالت نکردیم و فقط خواستار تغییر رژیم در سوریه شدیم اگر سیاست ما نتیجه بخش نبود سیاست هایی که بعدا نیز اتخاذ شده اند در مقایسه بهتر نبودند نخست وزیر پیشین بریتانیا تصریح کرده است برای من سخت است که برای برکناری صدام حسین از قدرت عذر خواهی کنم ولی فکر می کنم حتی امروز در سال 2015 نبودن صدام حسین در قدرت بهتر از بودن اوست